تخریب این سرک شروع شده که طول این پروژه 3289 متر است و با دو عرض متفاوت یا دو مقطع عرضی متفاوت ساخته میشه. سرک کارته پروان ختمش به سرای شمالی است. در کل شروع پروژه تا ختم پروژه قراردادش 200 میلیون افغانی است که میاد قرارداد یا مدت زمان قرارداد هم 12 ماهی کاری است. یک نفر که مریض داشت نمیتونست که برسه نه در شفاخانه، این رقم ازدوام میشد هم در جمهوریت هم در می دولت. این پروژه به عرض 30 متر که در عرض 30 متر شامل پیاده رو، شامل ساحه سبز، جوی های کناری و تمام استاندارد هایی که در یک پروژه معیاری و یک سرک معیاری در نظر گرفته شده باشه. با سازی خودش در ذات خود خوب است. هر چیزی را که می سازیم، هر چیزی را که جور میکنیم، اون در ذات خود خوب است، بخصوص سرک. سلام و عرض ادب خدمت تمام شما بینندگان عزیز، امید که جور و صحتمند و سرحال باشین. خوشبختانه بازم با یک خبر بسیار خوب در خدمت شما هستیم. آمدیم در یکی از سرک ها با سازیش انجام میشه، قسمی که شما بیننده هستین. فعلا تخریب این سرک شروع شده و اینا میخواهند که سرک دوباره بازسازی بکنه. خوشبختانه که خبر خوش هست و این سرک حتما شما منتظر هستین بفهمین کدام سرک است. سرک کارته پروان ختمش به سرای شمالی است، یعنی میتونیم بگیم سرک بادامباغ است. امیدوار هستم که تا آخر برنامه ما را بیننده باشین و از برنامه ما لذت ببرین. امیدوار هستم اما که من خوشحال میشم به خاطر بازسازی های وطن، شما هم خوشحال میشین. چه خوب است که بیشتر بریم همراه انجینیری که مسئول اینجا هست، همراهشان صحبت های داشته باشیم. شما ما را بیشتر بیننده باشین، چند تصویر از این سرک داشته باشین. دوباره برمیگم. هموطنان عزیز، شما را دوباره به ادامه برنامه خوش آمدید میگم. در کنار خود خوشبختانه یکی از انجینیرهای موفق در کنار خود داریم. میخواییم امرایشان صحبت ها داشته باشیم، بیشتر معلومات از خودشان میپرسیم. سلام علیکم انجینیر صاحب. و علیکم السلام، خوش آمدین. خوش باشین، سلامت باشین. در قدم اول میشه که خودم معرفی کنیم. تشکر، سلامت باشین. عبدالباسط بارق هستم، سایت منیجر پروژه سرک بادامباغ. سایت منیجر؟ بله. خب بسیار خوب انجینیر صاحب، خوشبختانه که اما قدره که خبر خوش است که بازسازی ها به خیر دوباره آغاز شد و این سرک دوباره بازسازی میشه. میشه در مورد این سرک برای ما معلومات بدین؟ پلانش از چی وقت به این طرف بود؟ چقدر وقت میشه کار شروع کردین؟ تشکر، سلامت باشین برادر عزیز، زنده باشین. خب این پروژه امروز که ما فعلا کار جریان داره، یعنی 55مین روزش از کار عملا جریان داره و این پروژه از چارایی سرای شمالی شروع میشه الا چارایی لیسه نادری امتداد داره که طول این پروژه 3289 متر است و با دو عرض متفاوت یا دو مقطع عرضی متفاوت ساخته میشه که یک مقطعش که از کیلومتر صفر یعنی صفری الا 2200 با عرض 30 متر ساخته میشه و متباقیش که الا 3200 میشه با عرض 20 متر ساخته میشه که این پروژه از طرف شاروالی کابل به داوطلبی گذاشته شد که شرکت کریم شریفی اجرا کننده این پروژه است. خب یعنی گفتین این را شرکت شخصی به عهده گرفته، درست است پروژه شد؟ دقیقا، پروژه شخصی و ملی است ولی کارش مربوط سکتوری خصوصی است. بسیار خوب، اینجا هست میشه در مورد این سرک بیشتر برای ما معلومات بده؟ در مورد اوروای اینجا رو اینایش آمده نظر گرفتین چیزی ببارشانه؟ دقیقا، این پروژه یکی از پروژه های استاندارد و معیاری شاروالی کابل است که گفتم براتون همون قسم قبلا تذکر دادم براتون که این پروژه به عرض 30 متر که در عرض 30 متر شامل پیاده رو، شامل ساحه سبز، جوی های کناری و تمام استاندارد هایی که در یک پروژه معیاری و یک سرک معیاری در نظر گرفته شده باشه در این پروژه در نظر گرفته شده. هموطنان عزیز، چه خوب، خوشبختانه که تمام معیارهای استاندارد مد نظر گرفته شده و طبق تمام معیارها انشالله ساخته میشه. در مورد جویا بر ما میگین که اینا هم بازسازی میشه یا خیر؟ دقیقا، دو مسیر دو طرفه سرک ما جویها داریم، پیاده روها داریم، ساحه سبز داریم
که تمامش در این پروژه در نظر گرفته شده. چقدر هزینه را نظر گرفتن به خاطر بازسازی این سرک؟ حدود 200 میلیون افغانی. تا فعلا یا در کل؟ در کل شروع پروژه یعنی تا ختم پروژه قراردادش 200 میلیون افغانی است که میعاد قرارداد یا مدت زمان قرارداد 12 ماهی کاری است. خب بسیار خوب. خوشبختانه که انشالله که شاید بازسازی های بیشتر باشیم به خاطر همچون سرک ها. دیگه در این بر ما گفتم میتونید تعداد چقدر نفر در اینجا کار میکنن؟ ما فعلا حدود 50 تن بیشتر از انجینر صاحب ها، مدیرای اداری، مدیرای مالی و همه قسم کارگرا که در اینجا عملا کار میکنه. یعنی از این پروژه فعلا حدود بیشتر از 50 فامیل مستفید میشن که اگر سرجم کنیم شاید حدود 500 نفر هم بیشتر شون. خب باز به خاطر این اقدام خیر، اقدام خوب، نظریات مردم چی است؟ آیا همکاری میکنه امروز شما یا خیر؟ دقیقاً تا فعلا که در هر نقاط مختلفی که در پروژه بودیم، هر منطقه‌ای که بوده، خوشبختانه که مردم با ما همکار بودن، همکاری میکنن و خوشحال هستم که همه قسم مردم از پروژه های ملی و پروژه هایی که برای منفعت مردم از ساخته میشه همکاری داشته باشن. بسیار عالیه. واقعا بسیار نقطه خوب را اشاره کرد انجینر صاحب. باید وقتی که بازسازی ها صورت میگیرن، وظیفه ما در قبالش اینمی است که باید همکاری بکنیم و باید امرایشان همدست شویم تا بتانیم به خیر به خوبی و زودتر انجام شود. خب میشه بر ما در مورد ازی بگوین؟ گفتین که 50 نفر در مورد ازی گفتین که 50 نفر کار میکنه. بیشتر از 50 نفر. تنها انجینیرهایش چند تا نفر هستن؟ ما فعلا حدود 10 تا انجینر صاحب را با خود داریم که اینجا عملا در پروژه در بخش های مختلف با ما کار میکنن. خب بسیار خوب. بیشتر اشاره کردین شما سایت منیجر هستین، درست؟ دقیقاً. در مورد سایت منیجر میشه برای هموطنان ما بگین که کدام وظیفه را؟ خب سایت منیجر کلمه انگلیسی است، ولی اگر فارسی شه بگیم مسئول صاحبی یا منیجر یا آمر صاحبی همین پروژه. خب بسیار خوب. فعلا در کدام قسمت کار هستین؟ یعنی پروژه در کدام قسمت است فعلا؟ دقیقاً. تشکر، بخیر باشین. فعلا ما در قسمت یا در آردی ختم پروژه قرار داریم. خب برای ما گفتم میتونیم چقدر وقت دیگر در بر میگیره تا تمام شوه این پروژه؟ فعلا ما 55 روز کاری ما است که کار شروع کردیم و ختم پروژه هم گفتم که میعاد قرارداد 12 ماهی کاری است که باید در طول 12 ماهی کاری باید ختم شوه. خب غیر ای کدام برنامه دیگه هم شما دارین یا خیر فعلا تمامی است؟ خب برنامه همین خودش بزرگترین برنامه است که باید ساخته شود، چون میفهمین که اهالی بیشتر که در نقاط مختلف است در اینجا مستفید میشن، مسیر برشان باز میشه، ازدحام کمتر میشه و طبعا که مردم هم خوشحال میباشن. بسیار خوب. تشکر یک جان انجینر صاحب. واقعا خوشحال هستیم که شما را در کنار خود داریم. شما کسایی هستین که به خاطر آبادی این مملکت زحمت میکشین. واقعا بسیار زیاد خوشحال شدیم. تشکر یک جان که بر ما وقت دادین و همراه ما صحبت کردین. تشکر، سلامت باشین. خوشحال. آخرین گفتنی تان به مردم کدام گفتنی داشته باشین بفرمایید. خب گفتنی خاص ندارم، فقط امیدوار هستم که مردم با پروژه های عامل منفعه که در هر نقطه افغانستان ساخته میشه همکاری داشته باشن، همکار باشن و چون باعث پیشرفت خودشان، باعث پیشرفت منطقه، باعث سهولت برشان و طبعا که خوشحال همیشه استقبال بکنن. بسیار خوب. انشاءالله که استقبال میکنن. اما قدر که من خوشحال هستم، اما قدر صرف بخاطر استقبال شما اینجا آمدیم و زحمات را که شما میکشین روی تصویر به هموطنان ما نشان بتیم، انشاءالله اونا هم از شما استقبال میکنن. جهان سپاس، قربان شما، سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد. هموطنان عزیز، گفته های انجینیر صاحب داشتیم، میخواییم با اهالی منطقه هم صحبت هایی بکنیم و موردشان ببینیم که چی گفتنی ها دارن. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوب هست، بخیر هستین. چرا مگریزی؟ نه نمیگریزیم. یک رقم من نزدیک چه دمیرم فرار کده میری؟ خوب هستین انشاءالله. الحمدلله. سرتان خوب هست؟ شکر الحمدلله. میشه خود معرفی کنین اسمتان رو بگوین؟ سلام علیک داشته باشین همراه هموطنان ما. نام من اسم عبدالرحمن است. عبدالرحمن جان، باشنده همینجا هستین؟ نه، قندوز، ولایت قندوز هستیم. خب شما هم اینجا به خاطر وظیفه آمدید؟ نه، وظیفه نامده، ما دکتر آمدیم. خب وظیفه تان چی است؟ وظیفه ما دیقانی است.
بسیار خوب. اینجا به خاطر کدام کار آمدین فعلا یا عمت آمدین؟ به خاطر دیدن. عمت آمدیم دیگه ماشاءالله دیگه نام خدا ماشاءالله خوب است دیگه مقصد امارت اسلامی خوب است ان شاء الله نه سرکا بخیر نو شده راشه ان شاء الله بخیر ان شاء الله بخیر ان شاء الله که قرار دیگه پیشرفت ان شاء الله که راضی هستین از این بازسازی ها درست هستم دیگه کارا پیشرفت است ان شاء الله دیگه ماشاءالله خوب است. بسیار خوب. کدام گفتنی دارین برای کسایی که شما را از طریق این کمره بیننده است؟ نه نه خیر بیمه. تشکر. سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد. عزیزان دل ما را بیشتر بیننده باشین. قسمی که شما در تصویر میبینین کاریگرایی که اینجا کار میکنن امرایشان میخواییم صحبت داشته باشیم. شما ما را بیشتر بیننده باشین. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستین؟ خیلی صد خیلی بخیری. سلامت باشین. فارسی نمیفهمید؟ پیگه ول نه پیگه بسیار خیر مشکل نیست همیشه که من فارسی پرسان میکنم شما پشتو بگید پشتو بگید خیر پشتو چی مشکل دارید پشتو بگید خب میشه هم پشتو گپ میزنیم هم فارسی چطور بفرمایید بفرمایید میشه در قدم اول خدا یک معرفی کنین و سلام علیک داشته باشین سلامونه دی ورسیگی انجینر جاوید سایت انجینرم دی پاداباخ پروژه کی او تاسو ته خلاص وی بسیار خوب سلامت باشین انجینر صاحب گفتین سایت منیجر هستین صحیح نیست سایت انجینر هستین چند سایت انجینر اینجا فعلا کار میکنن یکی سایت منیجر است یکی سایت انجینر است یک انجینر استراکچر است یکی کیو سی است یکی خود مدیری پروژه است بسیار عالی شما سایت انجینر هستین من سایت انجینر هستم بله بسیار خوب میشه در مورد سرک شما هم برام بعض معلومات ها را بدین دغه سرک چه تاسینن ګوره یا د سره شمول نشرو تدقیق چرایی پوری چې موږ په خپل د پروژې کوم لیکنه چې کې شوی چې سره شمول نه تسره لسین درې پوری دی یا دې ټول 3000 متر 3200 متر دی ټول ټول یې چې په دوا جما 200 کې دو سرکه دی بیا دغه نه دې طرف ته یو سرکه دی چې په 2 کیلومتر کې دوا سرکه درې ګلدانه دوې جوشي او دوا پیاده رو لري یو ګلدان دوې جوشي او دوا پیاده رو او یو لاین سرک لري بسیار خوب چون نقطه را اشاره کردین یعنی تنهای بازسازی مربوط به سرک نیست دیگر چیزا رو هم با خود دارم دقیقا 100% بسیار خوب تشکر یک جهان سلامت باشین شما افتخار افغانستان هستین خوش اومدید من مطمئن هستم اما قدره که من با دیدن شما با این لباس افتخار آور خوشحال میشم عزیزان هم خوشحال میشه بسیار زیاد خوشحال شدیم تشکر یک جهان قربان شما سلامت باشین انجینر صاحب سلام علیکم سلام علیکم خوب هستین صحتمند صحتتون خوب است قربان شما میشه که خود یک معرفی داشته باشین سلام علیکم برای هموطنان ما باشه اسم جیهون باشنده این منطقه هستم باشنده چه خوب که کاکا جیهون در کنار خود داریم در مورد سرک میخواییم سوالات ازشان داشته باشیم خب بسیار خوب خوشحال شدیم از اینکه شما را در کنار خود داریم میشه در مورد سرک بر ما بگوین که آغازش چطور است فعلا کارکردشان شما چه قسم میبینید این سرک چون ما از این منطقه هم نیستم ولی فعلا ظاهرن که میبینیم بسیار آغاز خوب داره از هر پروژه که هست بسیار اظهار سپاس میکنیم بسیار کار نیک است میشه که احساستان بگوین که چطور است این بازسازی ها خوب است میشه که بر ما هم به بینندگان هم بگوین در موردش چطور نیست بازسازی خودش در ذات خود خوب است هر چیزی را که میسازیم هر چیزی را که جور میکنیم در ذات خود خوب است بخصوص سرک این مشکل تمام اینمی منطقه حل میشه بسیار کار نیک است مشکلاتی که قبل از بازسازی بود کدام مشکلات بود مردم چه قسم مشکلات داشتن خب طبعا خودتان میدانید که وقتی که سرک نبود سرک خراب بود مردم ها عبور مرورش مشکل بود دیگه مشکلات زیاد داشتن دیگه مشکلات چون بر بخاطر استاد شدن آب بود جوی بود امین آب بود درست است؟ استاد شدن آب نبودن جوی دیگه کثافات و بعضی چیزا وقتی که سرک جور شه همه چیز حل میشه بسیار خوب شما گفتین باشنده همین منطقه هستین درست؟ نه کمی دورتر هستیم از این منطقه خب عبور مرور تا خزمی جهاز دیگه بله بله همیشه وقت عبور مرور مزم این جهاز بدون شک سهولت ها را انشالله بسیار کار نیک است بسیار سهولت است کار بسیار خوب است کار نیک است ما تشکری میکنیم از همون کسی که بودجه داده کسی که کار میکنه
بسیار زیاد سپاسگزار است. سلامت باشین. کلام گفتنی به عزیزان اگر داشته باشین کمره در خدمتتون است. خواهش میکنم. خواهش میکنم. دیگه چیزی گفتنی. جان سپاس. سلامت باشین. تشکر کمره ما صحبت کردین. خداحافظ شما. هموطنان عزیز شما ما را بیشتر بیننده باشین. احساس مردم بسیار احساس خوب است. اما مردم احساسات خوب را بر ما ابراز میکنه. میخواهیم که امرای کسایی که در امی سرک سرک شما مشاهده میکنین امرایشان صحبت های داشته باشین، ببینیم که نظریاتشان در مورد از اینا چی است. سلام علیکم. بیاین نگریزین دیگه، چند لحظه صحبت میکنیم. خیر تو بیا تو که نام خدا خوشخویی هستی. خنده روی معلوماتی که خودت داری من مطمئن هستم هیچ کس نداره اینجا. صحیح سلام معلومات من خود دارم من اینجا. خوب هستین؟ صحت خوب شکر هست. سلام علیکم. خیر باشین. میشه که در قدم اول سلام علیک داشته باشین؟ سلام علیکم. من سیدو مکاتب پروان. خانه ما دم اینجا از اعظم قدیمه خانه ما میجاز دیگه. در وقتی که تاده های منطقه مانده شده دکان ما از 30 سال میشه که دکان ما میجاز. 30 سال. خوب سوالا رو خودتان جواب میتین پیش از این. خودم 40 سال هستم مگم 30 سال میشه که دکان ما میجاز. خودت 40 ساله چون یک سواله. خودت 40 ساله هستی؟ 30 سال میشه که من اینجا دکان دارم. از 10 سالگی؟ از 10 سالگی. ماشاءالله چقدر جوان ماندی. اینیگه اون بچه ماست که نه. بیا خودتان در کنار ما بیا. خب اسم خودت چی است؟ مصور. مصور جان. مصور جان مکتب میخونی؟ صنف چند هستی؟ 4. 4. بسیار عالی. نام خدا چه خوب صحبت میکنه مصور جان. خب سوال ما جواب ندادی. بفرمایید. نام خدا جوان هستی. چی میخوری؟ والا چی میخوریم دیگه؟ آخ یکی ورزش هم میکنیم. به ورزش هم نیستیم. آدمی که ورزش کنه باید یک کمک رویتن بهتر میمانه از دیگه. انشالله که همیشه وقت هم تو جوان بانی. زنده باشید. هم تو تندرست و خوب بانی. خب میخواییم که در مورد سرک بر ما بگوین. چطور میبینین شما سرک بازسازی شد؟ والا سرک بازسازی شد خوب میبینیم. کار میکنن دیگه میکنن مگم با خبر نمیسازن یک کار وار پیش از پیش با خبر نمیسازن که ما اینی کارا میکنیم باز میان شروع کنن. اینمی کار یک شرکت فعلا شروع کرده در اینمی سایه. اینمی شرکت کارش او طرف سرای شمالی خیلی زیاد مانده. هنوز کار از او در یک سال هم فکر نکنم خلاص شوه. باز یا این دو روز میشه که اومدن در ایسایه سیرم کاتی پرون سرک تراش کردن برای مردم بسیار مشکلات ها را خلق کردن. یعنی قبل از هیچ خبر نداده بودن؟ بعد از او تو خبر نداده بودن که ما سرک تراش میکنیم. شاروالی گفته بود که ما میاییم در نقچه میره. ما عمل گفته بود میاییم بازی را مصوبه میکنیم که بیادر خانه هر کس که در نقچه میره یا پیسیش یا مواباتیش پیسیش میته بار از او خانه مردم را چپه میکنن. مگم تال کراموال از او نامده شرکت شخصی آمده و سرک تراش کردن. به هر حال خوب خیر بازم گپ خوشی است. انشالله که خدا مهربان است. افغانستان روز به روز وطن ما پیشرفت بکنه و ما و شما شاهد پیشرفت های همچون بازسازی ها باشیم. بله بله بسیار زیاد سلامت. تشکر بسیار زیاد. خوشحال شدیم. قربان شما. وطنان ما را بیشتر بیننده باشین. میخواییم امرای برادر ما صحبت ها داشتن. سلام علیکم. خوب هستیم؟ خوب هستیم. نام خدا من تو خوشخوی از اموسو که همه تو آمدم تو لبخند در لبانت بودم. والا من خمه تو هستم لالا جان. بخیر هستیم ستون. خوب هست؟ بدون شک بسیار خوب آمد هست دیگه. باید میگن لبخند صدقه است. 100% لالای قندم دیگه. همین لبخند انسان ها را به خود جذب میکنه. 100%. والا بچه شی پروژه 40 سال پیش بود. خب اما خط شکر پسان خب. میریم خیر پیش از اینکه چی کنیم ما خودم قدم زده میریم بفهم. صحیح است کم آیستا آیستا میریم که کامرامین ما مزید نشه این طرف میریم. خب در قدم اول میشه خود معرفی کنی و سلام علیکم برای عزیزان داشته باشی که کسایی که خودت بیننده هستن. سلام علیکم برادر گلم. خیرتیس بخیر هستن. اسمم آجی رومان امیری است. دیگه محل همیجا خانه ماست کوچه مارشال فهیم. دیگه این نقشه که از لالا 40 سال پیش آمده. این دکاندار کلش دروغ میگه بس ما پسان کو بیا. 4 ماه پیش لواز دگیست که اجاره تر کنین شما. چرا بعضی کسا میگه که اینا لوار در سلمانی سایکو؟ نه لوار در سلمانی سایکو این سلمانی اون زدگیش میبینی اون سفید اون لوار هم دوستا شما هم میبینین. ای برادر ما میخواه قطار بگویم قطار برتان میگو بیادر دیگه یا قطار من خوردن بس جار نیست نمیرد سلامت بگویم سلمان دیگه بخورن. یعنی هم زحمت میکشن زحمات چون واقعا قابل قدر است. 100% قابل قدر است بیادر. باید خوش باشن که سرک جور میشه دیگه مردم راحت میشه از بیروبار خلاص میشه.
دقیقاً میتونین برای ما بگوین باشند امی سرک هستین شما؟ آه جان این کوچه ماشال فهیم خانه مصرف کردم. چی احساستان چی از دقبالی باسازی؟ والا احساس خوشیست بیادر سرک کلان شما خوب میشه دکه بیروبار از معلوم ها کم میشه حداقل شما دیگر اینجا بین یک بیروبار میباشه از هر طرف همی ترافیک ها اینجا مکمل کلش بسیار به تکلیف هستن بیچاره بسیار این چاره ای را که شما میبینید بسیار ازدحام داره از سه طرف اینجا موتر میه دیگه مشکلات زیاد است انشالله که کت خیرش بخیر سرک ها جور شده که مردم راحت میشه انشالله که بخیر شاید پیشرفت ها خواهد بریم خب میشه در مورد ما شکر خوش هستیم بیادر دیگه این مشکلات حل میکنه دیگه چی میخواه مردم دیگه از کده گپ بالا است در دنیا واقعا که عالی است میشه که در مورد مشکلاتی که قبلا باز بازسازی بود شما برای ما بگین کدام مشکلات مردم اینجا میدیدن دهی سرک اینقدر مشکلات نبود حداقل از اون طرف از طرف خود کارته پروان موتر زیاد میامد و از طرف می دان نل از طرف دان نل از اون طرف هم موتر میامد از طرف پروان دو هم یکم که موتر می بسیار جا ازدهام میشد دیگه می یک نفر که مریض داشت نمیتونست که برسانه در شفاخانه این دقیقه ازدهام میشد هم در جمهوریت هم در دولت در شواخ باز بسیار ازدهام است بر علاوه مشکلات ازدهام مشکلات جوی و آب استادن آب اینا هم اینجا بود یا خیر؟ نه آب استادن نبود تو گپا نبود راحت بود مقصد سرکش خوب خود سرک کلان شد بسیار خوب است رفیق فهمیدی کمی رای کلان شد هم بیره بار ازدوام از ایچاره ای کم شد بسیار خوب میشه دیگه انشالله که میشه بخیر انشالله رو با پیشرفت است دیگه خودت چی مصروفیت داری؟ من خودم دیگه موتر فروش هستم رفیق گلان انشالله بسیار موتر فروشی میکنم تحصیلات؟ تحصیلات ما دیگه 12 را خلاص کردیم چطور از بازار و موترها؟ والا بچه شما تو گنده است دیگه نیست کارو بار؟ هست دیگه خود تو صحیح نه یعنی مثل سابق نیست سابق باره دیگه نه باش که مر علاقه من ساختی که یک سوال در مورد موتر فروشی بکنم جانا. چقدر پیسه نیاز است که بخوایم که یک موتر فروشی جور والا ما خواهم موتر فروشی آنلاین میکنم تو موتر فروشی چیزی نیستم که در کتل یا دیگه جای موتر فروشی داشته باشم ما خواهم پیسه کم شده با یک موتر هم میشه دو موتر هم میشه با از ما آنلاین نکیس کار ما رفیق گلو بسیار خوب جانا کار کدام موتر ها رو میکنی خواهم؟ این از همی کلولا 2000 فورتینر اینگه پاش روز دیگه این مردم که دیزبنگ ضرورت میداشته باشد مفروشه باز ما میخریم 100-200 که فایده میمونه نمورا پس سودا میکنیم دیگه زندگی خودم دمی شب و روز کدام موترها را مردم بیشتر خریداری میکنند؟ والا موتره که مردم کار کنند ایش لالا دیگه فقط به خاطر غریبی باشد آخه پیسه داره کل سر کشیدن بابا فهمید یک باگ شما غریبا بودیم سلامت باشین تشکر بسیار زیاد تشکر از صحبت های شیرینتان میشه که نظریاتتان کدام گفتنی هایی که بر بینندگان داشته باشین میشه کمره در خدمتتان از بگوید قربانتان لالای گل ما از دولت ما بسیار زیاد خوش هستیم بیادر که نیم سرک های ما جور میشه یعنی سعی کنید سرک کوتل که میاد چقدر راحت اما تا یک سرک نرمال جور کنید که دیگه فکر میکنید کدام کشور دیگه هستی که پایین میشی میگی دیگه این اینجا هم بخیر که جور شد دیگه هیچ کدام مشکل نیست دیگه از دولت ما شکر خوش هستیم دکاندار هم یک ذره جگرخون از قصه شده باشه دیگه حل میشه خب من جوان هم یک پیام بگو درباره چی لالا جان؟ کنم پیام داشته باشی والا خوش خندان باشن داروزای دلشان برسن همیشه هم تو جیبشان پر از پیسه باشن خوش خندان باشن دیگه. سلامت باشین تشکر بسیار زیاد هموطنان عزیز واقعا حس بسیار خوب داره وقتی که هموطنان خود به حالت های خوشحالی میبینه میسشان در قبال بازسازی ها که بسیار زیاد خوش هستند جهان سپاس که تا این دم ما را بیننده بودین واقعا انشالله که برنامه های بعدی ما همچو برنامه های میباشه که قابل پسند شما باشه جهان سپاس که تا این لحظه ما را بیننده بودین امیدوار هستم از برنامه ما لذت ببرین شاد و خرم و سربلند و سرفراز باشین خداحافظ افغانستان خداحافظ مردم غیور افغانستان